سلام امجد. سلام، خسته نباشید. سلام میاد؟ سلام. بله صدات میاد، بگو. اول بس یه چیز داشتم در مورد بحث اصلی بگم که خطر بازگشت اسلام و چیره شدن کلن ایدئولوژی اسلامی، طرز فکر اسلامی بعد از انقلاب دیگه، درسته؟ من فکر می‌کنم برای جواب دادن به این سوال باید به تاریخ نگاه کنیم. من زیاد دوست ندارم به تاریخ نگاه کنم واسه اینکه مثلا آینده رو پیش بینی کنم یا اینکه دیگه همه چیز رو بر اساس تاریخ تصمیم بگیریم، ولی نگاه کردم به بعضی از نمونه ها کمک میکنه. حالا من اطلاعات تاریخ نداشتم، خواستم بپرسم که تو نمونه های قبلی، تو سمپل های قبلی، وقتی که جامعه ای افراطی شده از لحاظ دینی، مثل جامعه الان ایران که الان خیلی هم بهتر از مثلا 30-40 سال پیشه، شاید 30 سال پیش اکثر جامعه یه سری حرکت های مسخره میکردن، به ذریع میچسبیدن و این چیزا، افراطی بودن، درسته؟ الان خیلی کمتر شده. میخوام بدونم توی تاریخ این افراطی شدن یک گروه، یک جامعه، این به شکل طبیعی اتفاق افتاده یا عوامل اکسترنال داشته، مثلا تبلیغ، مثل که حکومت بیاد جفت کنه با دین، مثل نمونه‌ای که میبینیم توی جمهوری اسلامی، و به صورت اکتیف تبلیغ دین کنه. این میخوام بدونم اکثر نمونه ها چجوری بوده افراطی شدن یک گروه. من میگم اکثرش اکثر این نمونه‌هایی بودن که عوامل اکسترنال داشت، یعنی یک گروه از انسان‌ها الکی اینجور افراطی نمیشن. حالا شاید اشتباه کنم، من برام اینکه نمودم میپرسم چون اطلاعات تاریخی ندارم، سمپل های کافی هم نمیدونم. خواستم بدونم اگه تو نمونه‌های قبلا به این موضوع فکر کردی یا نه. یه مشکلی که هست اینه که چیزهایی که جوامع مثلا 500 سال 1000 سال پیش انقدر فرق داره با جوامع امروز که ممکنه چیزهایی که مثلا اون موقع باعث مثلا افزایش اهمیت دین شده با امروز فرق داشته باشه. میدونی نظرم چیه؟ یعنی مثلا اکثر تحقیقاتی که میشه که چی باعث افراطی شدن بعضی میشه، فقط مثلا میاد مثلا تاریخ مدرن رو نگاه میکنه، نمیتونه بیاد مثلا بین مارتین لوتر مثلا باعث شد چرا مثلا کسایی که دنبال روم بودن بعد مثلا توی آمریکا مثلا شروع کردن زنها رو به عنوان جادوگر آتیش زدن، مثلا اونجوری افراطی شدن، مثلا چی باعث اون شد. ممکنه خیلی فرق داشته باشه که مثلا الان توی مثلا اسلام مثلا کسایی که خودشونو مثلا با بمب اینا منفجر میکنن چی باعث اون شده، ممکنه نمیدونم فرق داشته باشه. البته معمولا اصلا تک علتی نیست، معمولا هر کدوم از اینا رو مطالعه میکنن کلی چیزهای مختلف باعث هم شدن که علت اولیه‌اش همون خود دینه هست، درسته؟ من حالا منظورم میتونه سالا سمپل سایزای اخیرم باشه، تاریخ نسبتا محاسب 500 سال اخیر میتونه باشه، میتونه 400 سال اخیر باشه، چون نمونه داریم و میتونه بالاخره عوامل تک علتی نیست اونجوری که میگی، ولی علت اصلی داره معمولا. مثلا 60% دلیلش به خاطر اینه، 20% به خاطر اونه، اون 60% غالبه. اون چیزی عوامل اکسترنال یا یه جامعه خودش به خودی خود افراطی میشه، اصلا ممکنه همچین چیزی ما داشتیم یا جامعه به چه سمتی میره اگه مثلا ولش کنی ایزوله باشن. چیزی رو که من یعنی دیدم بعضی متخصصین میگن اینه که چیزهایی که باعث بحران هویت میشه ممکنه ما رو به اینجا برسونه، خب مثلا ایدنتیتی کرایسیس. خب حالا این بحران هویت میتونه دلایل مختلفی باشه، یه دلیلش میتونه مثلا فقر باشه، یه دلیلش میتونه مثلا فروپاشی خانواده باشه، یه دلایلش ممکنه یه حکومت جدیدی باشه که مثلا داره میاد با دینی که اصلا غالب بود میجنگه، یه دین جدیدی رو مثلا میاد مبارزه میکنه، بعد کسایی که میاره یه روشای جدیدی رو میاره، بعد کسایی که مثلا عقاید قبلی یا روش قبلی رو دوست داشتن انقدر میخوان از این هویت قبلیشون میخوان دفاع بکنن که مثلا میشه بحران هویت خودش. خب مثلا شما نگاه کنین توی تاریخ اسلام مدرن اگه نگاه بکنیم، یه بحران هویتی که برای سنی ها به وجود اومده
همین شکست اقتصادی و فرهنگی هست نسبت به کشورهای غربی. خب تو طول تاریخ کشور سنی مثلا خیلی غالب بودن، قوی بودن، امپراتوری داشتن. از بعد جنگ جهانی اول به بعد خیلی این ضعفشون یه بحران هویت بهشون به مسلمان ها داده که از همون مسلم بود، اخوان مسلمین هم مثلا به یه واکنش به همین بود که نشون داده شده. خب مثلا تو عربستان همین وهابی ها هم که مثلا تو عربستان سعودی بعد از انقلاب ایران رشد کردن به خاطر مثلا رواج غربگرایی تو عربستان، هویت عربستان رو جوری داشت عوض میکرد که این یه واکنش به این هویت جدید بود. یعنی میبینی مثلا چیزایی که تأثیر میذاره یا میتونه از درون باشه یا میتونه از خارج باشه، ولی اکثر موقعها یه جوری برمیگرده به همون بحران هویت و میتونه دلایلش مختلف باشه. حالا اون کدومش بیشتر باعث این میشه، من میدونم که حتما روی این موضوع تحقیق شده و منم دیدم بعضی از این تحقیقا رو، ولی یادم نیست نتیجه این که کدومش بیشتر بوده چی هست و یادم نیست چی گفته بوده. حالا من چرا علاقه دارم به جواب این سوال؟ چون میتونیم با توجه به اینکه جواب این سوال چی باشه میتونیم تصمیم بگیریم چقدر دین ستیز باشیم و ببینیم چقدر باید از شر اسلام خلاص بشیم واسه آینده ایران، درسته؟ چون اگر به شکل اینترنال این موضوع اتفاق بیفته، خب ما اگر اسلام 15% جمعیت مسلمان رو ول کنیم همینجور آزاد در اولش بی آزار باشن، خب ولی وقتی داریم میگیم به شکل اینترنال اتفاق میفته، هنوز هم این جمعیت خطرناکن در بلند مدت و ما برای ایران جدید باید خیلی دین ستیزدر باشیم و به شکل یکم ریشه‌کن‌تر کنیم اسلام. برای همین من این سوال به نظرم مهمه. خب ببین من یه چیز بگم، من ضد اسلام خواهم بود حتی اگه هیچ کدوم از این اتفاقات افراطی نیفته، باید اسلام از ریشه کاملا نابود شه. خب حتی اگه افراطی نشه و اینجوری خطرناک برای جامعه نشه، خب چون اسلام فقط موقعی که افراطی هست ضرر برای جامعه نداره، حتی موقعهایی هم که افراطی نیست برای جامعه ضرر داره. هر عقیده غلطی اگه مردم بهش اعتقاد داشته باشن برای جامعه ضرر داره. یعنی ما لازم نیست بگیم که اگه اسلام باشه مردم افراطی میشن، کارهای خطرناک میکنن، برای همین باید اسلامو حذف بکنیم. نه، حتی اگه ما بتونیم کاملا به طور قانع بشیم که به احتمال بسیار زیادی اسلام به یک مرحله رسیده که دیگه هیچ وقت امکان افراطی شدن نداره، من میگم حتی تو اون شرایط هم باید ادامه بدیم تا اسلام به طور کامل هست بشه. برای اینکه هزینه دین برای یک جامعه فقط انفجار و جنگ و اینا نیست، هزینه‌های بسیار زیاد دیگه هم داره. خب یکی دیگه همین که ببین دین این کارهای افراطی رو راحت‌تر میکنه و به یک اسلحه هست دین برای افراطی‌ها که بتونن کارهای خشونت خودشون رو تبلیغ کنن و برایش توجیه داشته باشن. خب ولی این شرایطی که باعث میشه که مثلا این کارهای رادیکالی توی دینگرایان یا اسلامگرایان اتفاق بیفته، بدون دین اگه شرایط کافی باشه این اتفاقات هنوز هم خواهد افتاد. یعنی با عقاید غیر دینی مردم رادیکال میشن و کارهای افراطی میکنن. خب البته رادیکال افراطی با هم فرق دارن، ولی خب حالا ولی خب هزینهش بدون دین کمتر خواهد بود و احتمال اتفاقش هم کمتر خواهد بود بدون دین، ولی به طور کامل حذف نمیشه. برای اینکه بازم که ما گفتیم این اتفاقات تکلتی نیست، دین یکی از علتهایی هست که این کارهای افراطی رواج پیدا میکنه، ولی بدون دین من میگم هنوزم اتفاق خواهد افتاد. یعنی ما فقط با دین مبارزه نمیکنیم، ما باید با یعنی مثلا با احتمالش بحران هویتی، نه ما با بحران هویتی باید مبارزه کنیم حتی اگه دلیلش دین نباشه. ما باید با فقر مبارزه بکنیم، بلکه فقر هم باعث این کارا میشه. من میگم دین، من بعضی فکر میکنم دارم میگم دین تاثیر نداره، نه دین به شدت تاثیر داره، ولی دین دلیل کافی و لازم نیست. بدون دین هم این اتفاقات خواهد افتاد، ولی نه به همین اندازه. یه مورد دیگه الان البته وقتش هست مطرح کنم یا نه، یه بحث نسبتاً سیاسیه، یعنی کاملا سیاسیه تا یه حدودی میشه گفت. من بحث اینه که نظر در مورد
اسلامیک ماس امیگریشن چیه، یعنی راه حل کشور اروپایی چیه تو این مورد. از این طرف یکم تو حالت چی میگن، یه دوراهیه، یعنی اولا یه مشکل بشری، ما باید یه جامعه، یعنی بشر باید به عنوان یه یونیت رفتار کنه، یعنی کمک کنیم به افراد نیازمند. از این طرف من بیشتر ترجیح میدم که کشور اروپایی مثلا اسلامیک ماس امیگریشن رو انجام نمیدونن، خاطر عواقب کوتاه مدت و بدتر بلند مدتش به نظر من. و من طرفدار اینم که border restriction بر حسب ایدئولوژی باشه، نه برای سفرهای کوتاه مدت، نه برای سفرهای کوتاه مدت یا مثلا کوتاه مدت. نه اگه میشه فارسی یه بار دیگه میگی به فارسی، برای اینکه ما بعضی از بیننده‌هامون انگلیسی. mass immigration چیز، mass immigration مهاجرت شدید زیاد، مهاجرت. خب بذار من بگم، فکر کنم از جوابم بقیه بفهمم. مهاجرت دست جمعی، مهاجرت کلان. مهاجرت کلان، قاسم خیلی ترجمهش خوبه، خیلی جالب. ببین یه چیزی بگم قبل اینکه چون الان بخوایی صحبت، من این فکر یه مدت دارم به این موضوع فکر میکنم و برای اینکه اعتبار ببخشم به این، دفاع کنم از این فکر، نقد سعی کنم نقدش کنم، درسته؟ و تا الان نقدای خوب داره، مثلا border restriction بر حسب ایدئولوژی پیدا نکردم، یعنی محدودیت های مرزی بر حسب border restriction. ببین بذار من حال دیگه بگم، درسته؟ معروف ترین مهاجرات کلانی که شد از کشورهای اسلامی به کشورهای غربی، که قرار بود یک هزینه بسیار زیادی داده بشه برای کشور غربی، کدوم بود؟ از سوریه بود به آلمان، درسته؟ که آلمان مرزهاشو باز کرد و چند نفر مهاجر رو پذیرفت؟ چند نفر بود؟ 1,000,000 بود؟ نمیدونم، عدد خیلی گنده بود. بابک کلن 1,000,000 بود، خود آلمان 1,000,000 بود. خب این من یه عدد خیلی بزرگی بود که هم قبلش هم داریم بعد از جنگ جهانی دوم. مهم نیست، بذار من بحثمون در بره همین، بذار من این نکته رو بگم، بعد میذاریم بابک هم صحبت کنه. اتفاقا من میخوام بابک هم صحبت کنه، من فکر میکنم بابک ممکنه با من اختلاف نظر داشته باشه. من میخوام نظر بابک هم داریم بباره. بله، برای همین بابا یکم میذاریم صحبت کنیم. بذاریم من حرفم تمام بشه لطفا. قرار بود که همه پیشبینی که شده بود خیلی از راستگره ها و حتی بعضی چپگره ها فکر کردن که اصلا آلمان دیگه داغون شد، آلمان یک کشور اسلامی قراره بشه، از لحاظ اقتصادی چه ضربه ای خواهد دید، از لحاظ فرهنگی چه ضربه ای آلمان خواهد دید، از لحاظ توریستی چه ضربه ای آلمان خواهد دید، و دیگه چیش دیگه آلمان دیگه 50 سال دیگه میشه کشور مسلمون با این شرایطی که اتفاق افتاد. اصلا کتاب‌هایی نوشته شد، The Death of Europe، مرگ اروپا، اصلا مردم گفتن مثلا آسمون قراره بیفته زمین، اصلا وحشتی که مردم کرده بودن، پیشبینی‌هایی که کرده بودن، الان می‌بینیم که اصلا کاملا غیر منطقی بود. خب آلمان نه تنها هزینه این مهاجران رو نداد، الان فهمیدن که به اندازه کافی مهاجر نیاوردن. الان آلمان داره میبینه که از نظر اقتصادی بسیار بیشتر از این مقدار مهاجری که آوردن الان به شدت احتیاج دارن. شما تو این انتخاباتی که آلمان شد، مثلا مردم فکر کردن که این اوائلش هم این اتفاق افتاد، خب مردم آلمان انقدر از این تعداد مهاجران ترسیدن که گروه های راستگرایش افراطی یه مدت رشد کردن، خب ولی الان انتخابات اخیر رو اگه نگاه کنین، همه گروه های افراطی هم راست هم چپ کاملا تمام صندلی هاشون تو مجلس از دست دادن، مردم برگشتن به چپ و راست وسط. خب و اون ترسایی که داشتن از این مهاجران به شدت کمتر شده. شما الان بگین تمام انتخابات اخیر آلمان اگه برین نگاه بکنین، مهاجرین اصلا نگرانی آلمانی ها نبود، فقط
فقط اون مقدار کم راستی افراطیشون اونا این براشون مهم بود، ولی بقیه اکثر آلمانیا اصلا این براشون مهم نبود. تنها موقعی هم که درباره مهاجرت صحبت میکردن موضوع بحث این نبود که ما مهاجرا رو کمتر بکنیم یا نیاریم، یعنی اینقدر این دیگه این موضوع دیگه خارج از بحث بود که وقتی درباره مهاجرا بحث میشد درباره این بحث میشد که کدوم حزب بهتر میتونه مهاجران رو وارد کار بکنه و وارد جامعه بکنه، نه اینکه کدوم حزب میتونه کمترشون بکنه. یعنی اکثر مردم آلمان دیگه قبول کرده بودن که نه تنها ما نمیخوایم جلوی مهاجرین رو بگیریم، باید بیشترش هم بکنیم. خب یعنی این ترسایی که مردم داشتن کاملا غیر منطقی بود. خب حالا شما درباره این که محدودیت‌های مرزی آیا باید بر اساس ایدئولوژی باشه؟ نه، نباید. میتونه بر اساس عقاید باشه ولی نه دین. چرا نباید بر اساس دین باشه؟ برای اینکه یک حکومت نباید وارد دین بشه، این علیه سکولاریسم. ولی ما یه روشایی داریم که میتونه دین نباشه ولی جلوی خیلی از این اسلامگرایانو بگیره. مثلا چجوری؟ میتونه شرایط این باشه که شما هیچ گونه رکورد ضد همجنسگرایی مثلا نباید داشته باشه. خب یا میتونیم بگیم که البته من میدونم که خب مردم میتونن دروغ بگن، درسته؟ اینو من قبول دارم، ولی یه مقدار ولی اگه شما بخواید یه فیلتر بذاری، خب فیلتر رو اگه بگین که مردم میتونن دروغ بگن، خب دینشون هم میتونن دروغ بگن، ولی اگه بتونین یک فیلتر داشته باشین که بر اساس عقاید باشه، نمیتونیم بگین شما مسلمان نباشین یا مسیحی نباشین. اگه اون فیلتر باید فیلتر بر اساس این باشه که آیا شما آزاد، یعنی مثلا اینکه مثلا LGBT همجنسگرایان آزادی همجنسگرایی دارن، آزادی ازدواج دارن، شما آیا به سکولاریسم اعتقاد دارید، شما آیا به آزادی بیان اعتقاد دارید، شما آیا به حتی توهین، نقد و توهین عقاید اعتقاد دارید. یعنی به نظر من این فیلترها میتونه جلوی خیلی، یعنی اگه من به نظرم این فیلترها ممکنه درسته میتونه موفق نباشه، ولی اگه شما فیلتر موفقی بر اساس عقاید تونستین پیدا بکنین، نباید اسم یک دین رو بیاره، باید این اسم این عقاید باید بر اساس عقاید خاصی باشه. متوجه میشیم منظورم چیه همچنان؟ آره، ولی حالا من یه سری صحبت دارم در مورد آیا به نظر تو نظر عوام آلمان معیاره برای اینکه mass immigration خوبه یا نه در طولانی مدت؟ آه نه، خوب صحبت خوب کردی. حالا یه مورد دیگه خب بذار من جواب اینو بدم. اوکی برای که نقد خوبی بود، نقد خیلی خوبی بود. خب نه درسته، من فقط معیار نباید بکنم مردم آلمان چی دارن میگن، باید اینم اضافه. نقد بسیار به جای بود. تمام تحقیقات همین رو نشون میده که اکثر کشوران جهان الان مهاجرت بیشتر به نفعشونه. خب یعنی همه کشورهایی که حساسیت دارن به اینکه مهاجرت داره ممکنه کشورشون دغدغه کنه، این حساسیت کاملا مخالف هر چیزاییه که تحقیق داره نشون میده. مهاجرت بیشتر هم به نفع کشوریه که داره مهاجر میده، البته نه بیشتر به نفع اگه مهاجرت درست کشوری که مهاجر داره میگیره خیلی به نفعشه. خب کشوری که داره مهاجر میده هم ممکنه یا به ضررش باشه یا به نفعش باشه. مثلا برای ایران خیلی به ضررشه، برای اینکه داره فرار مغزا رو داره به وجود میاره، برای افغانستان هم به ضرره، ولی برای خیلی از کشورهای دیگه به نفعشونه، به خاطر اینکه کسایی که خارج میشن از کشور خیلیاشون برمیگردن با استعدادهای بهتر و خیلیاشون هم که برنمیگردن دارن برای خانواده‌شون پول میفرستن و این باعث رفتن ثروت از یک کشور با ثروت به یک کشور کم ثروت میشه. یه اتفاق خیلی خوبی هم که داره میفته وقتی مهاجرت اضافه میشه اینه که کشورهایی که مشکل دارن به خاطر جمعیت زیاد مهاجر میدن به کشورهایی که مشکل دارن به خاطر جمعیت کمتر و این جفت مشکل این کشورها رو یه مقدار حل میکنه. من به نظرم مهاجرت هرچی بیشتر باشه برای همه دنیا بهتره. حالا من یکم ایدمو بهتر پرزنت کنم یا یکم کاملتر ارائه بدم. این چیزی که من میگم یکی از اشاراتش اینه که خیلی ایدئالیستیکه، یعنی فقط و من فقط به خاطر اسلام نمیگم، حالا اسلام الان بر حسب اتفاق بزرگترین مشکله توی این زمان و مکان، توی این موقعیت جغرافیایی و زمانی، ولی
این باید بر همه ایدئولوژی‌ها و مثلا گروه‌های فکری صدق کنه. مثلا همین برای نازی ها باید صدق کنه، همین برای و ما لاین رو کجا میکشیم آرمین؟ یعنی ما خط قرمزمون کجاست؟ مثلا یه ایدئولوژی که با آدم خاری مشکل نداره، ما اینو مثلا این خط قرمز کجاست؟ حالا من که خط قرمز نگفتم نداشته باشیم، من گفتم خط قرمز رو بر اساس مثلا نازی‌ها رو که گفتیم ما میتونیم بگیم بر اساس که این باشه که شما به این دولت رو به دین نباید بشه. آره نجات پرستی مثلا، زد نجات پرستی. خب شما میتونین خیلی از این عقایدی رو که باش مشکل دارین رو بگین که دولت بگه که شما نمیتونین علیه همجنسگرایی باشین اگه میخواین وارد مثلا شهروند این کشور ما بشین، یعنی که تو این کشور ما پناهنده بشین. خب نمیتونین علیه همجنسگرایی باشین، لازم نیست اسم اسلامو بیاره. خب شما میگین کسانی که مثلا ضد سکولاریسم، ضد آزادی بیان هستن، نمیتونن، ما اینا رو نمیپذیریم. اگه بفهمیم که مثلا همچین عقایدی دارین، لازم نیست بگه اگه بفهمیم شما مسلمانید، میتونی بگه اگه بفهمیم شما یه همچین عقایدی رو دارید. تو آلمان اگه بخواید پناهنده باشین، باید شما همجنسگرایی رو قبول داشته باشین که باید بپذیرین که این آزاد است. خب من یه مقدار بیشتر یعنی تمرکزم روی این بود که این بک‌گراند چک یکم دقیق‌تر انجام بشه، به اینکه آقا طرف مسلمان باشه، این اسلام رو یکم کانکت کنن به این عقیده های طرف، به جای اینکه این خیلی هزینهش بیشتر. ببین دولت وارد دین بکنین، ببین این اول این فیلتر خوبی نیست. خب فیلتر خوبی نیست برای اینکه خیلی از کسا، خیلی از آدم مردم دنیا نامینال مسلم و نامینال کریستین هستن. خب ببین مثلا پدر مادر من به اسم مسلمان بودن، اینا نه نماز میخوندن نه روزه میگرفتن، هم چیز میخوردن، مشروب میخوردن، آبجو میخوردن، میرقصیدن، پارتی میرفتن، ضد ملاها بودن، کاملا سکولار، اصلا لیبرال ولی به اسم اینا مثلا اینا نامینال مسلم، نامینال کریستین هم میتونه کاتگوری باشه واسه خودش. یعنی ببین این فرق این کاتگوری با یک کریستین هست. چرا یه آره ببین ولی چرا حکومت بیاد مردم رو تقسیم بندی بکنه بر اساس دینشون؟ این خیلی کار خطرناکیه. خب من میگم شما اگه بخواید دین، خب همون عقایدش، همون روش من. ببین تو پس چرا ببین تو اگه میخوای بیا ببینی یه نفر چقدر عقایدش افراطیه نیست، خب پس دیگه اسم مسلمان اینا رو بذار کنار دیگه، بیا ببین چقدر عقایدش چیه. یعنی اگه میخوای یه فیلتری بذاری که قابل اجرا هست دیگه، حالا اسم این که حالا شما مسلمان نامینال هستین یا مسلمان واقعی افراطی هستین، خب اون اسم رو تو دردسر قانونی میافتین اگه از این اسم استفاده کنین. بیان بگین که اگه میخواین تو دردسر قانونی نیافتین، بیان بگین که اگه شما اگه با همجنسگرایی مشکل دارین جاتون اینجا نیست. این خیلی از لحاظ قانونی کار شما راحت تر میکنه. خب این فرق شما بیشتر... اگه یه مسلمان رو پیدا کرد بگو مشکل اینجاست. این موضوع جواب نداده. یعنی الان مسلمان ها که اومدن اکثریت یا حداقل درصد زیادی همون افکارشون رو آوردن. حالا این مشکلی نیست، الان هیچ نوع restriction، هیچ نوع محدودیت مرزی نیست به نظر من. الان ما نمونه ای رو میبینیم از صفر محدودیت مرزی. حالا من ببین بذار ایدئال رو برات مثال بزنم، چیزی که من فکر می‌کنم ایدئاله. ما کلی آدم داریم توی رشته های تئولوژی که مدرکشون میندازن سر تئولوژی رو تاکسیک کنن. آره اینا اگه میشه بریم سراغ من فکر می‌کنم که آره اینو ببندیم، چون خیلی وقت هم از ما 3 ساعت و 25 دقیقه از برنامه‌مون هم گذشته. همجد این حرف جالب میشه، اگه دفعه بعد بیا اینو ادامه بدیم. باش اوکی من ولی جالب بود، بیا اینو اگه میشه یه موقع ادامه بده. ممنون. من حتما اینو میخوام با تو بیشتر بحث کنم. باشه آره حتما توی برنامه که خدا آرمین داره حتما بذارین برای انجام این کار، چون ممنون از برنامه هم زیاد بذاشه. ممنونم که حضور داشتیم همچنین. خدا بسید.